پایین. زیر برف و باران قدم زد تا گزارش به محله کودکی افتاد. بر سکوی خانه نشست. پس از تأملی در زد. کسی در را باز نکرد. پیرمردی پشت خمیده عصا زنان پیش آمد. یحیی بیک سرکه فروش بود. جوان دست او را گرفت. مرا نشناختید؟ قدیرم. پیرمرد شکم را خاراند. تا به حال کجا بودی پسر؟ خانه را فروختند و رفتند. یه بخشی از جامعه ایران در قرن بیستم سکولار نشد و این مقاومت در مقابل سکولاریسم رو حفظ کرد در بازار، در میان مدارس، در طبقه مذهبی به قول معروف. توجه فرمایید، اینجا تهران است، صدای راستین ملت ایران، صدای انقلاب. ما از حصر اقتصادی نمی ترسیم، ما از دخالت نظامی نمی ترسیم. اون چیزی که ما را می ترساند وابستگی فرهنگی است. این یه قدرتی بود که می خواست با شریعت شکل بده، مهندسی بکنه در واقع هنر و ادب ایران رو، یا تمام پدیده‌های فرهنگی ایران رو، در سینما، در شعر، در نگارش، در نقاشی و در موسیقی از همه مهمتر. و ضرباتی که زد خیلی بزرگ بود. داشتم از این دانشگاه راست میشدم، گفت که واسه بینم بریشم بگوید لات بیه، زنجیرم دستش بود، گفت یه نکیر بکنم بگوید واسه بینم. من هم میستادم، گفت ببینم اون چیزی دی بغلیش، گفتم کتاب، گفت بنداز دور، گفتم برای چی، گفت انقلاب ما کردیم شما ها میخواییم به این سر کار. سالهای اول انقلاب فضای اختناق و خصومت این رژیم با اندیشمندان، به ویژه با کسانی که در حیطه ادبیات کار میکردند، در سطحی بود که حیرت آوره. المان تهدید، المان توهین و پرونده سازی اونقدر زیاد شده بود که مسئله سانسور و سفره سانسور گسترده شد. احمد شاملو این رو به زیبایی نقل میکنه. موقعی که خنده، لذت، عشق، زیبایی، شعر، حتی خدا رو باید در پرده و پستو قایم کرد تا شاید در امان بمونه. جبه تهمت طوری بود که هر کس بر علیه امپریالیسم ننویسه، در متن امام چیز نگه، پایینه، کار خلاق هنری تبدیل شد به یه چیز عجیب غریب. It was very disruptive on every level. And I will give you as the major example was the destruction of the Nigaristan Museum. There were over 3,000 works in that collection, so it was a major collection. Only about 30 have surfaced so far. I do believe it was its location. It was a very desirable piece of real estate. And there were various factions in the early days of the revolution who needed a home. محمد مختاری میگه انقلاب یه جورای محمل اوریان شدن فرهنگی ما بود. اتفاقی بود که ذات فرهنگی ما رو به ما نشون داد. ما خودمون رو اون جوری دیدیم که هیچ وقت قبل از اون نمیدیدیم. روزهای سیاهی در پیش است. هدف نظامی که نخستین گامهای خود را با به آتش کشیدن کتابخانه ها و تجاوز آشکار به مراکز فرهنگی کشور برداشته، کشتار همه متفکران و آزاداندیشان جامعه است. این چنین دورانی به ناگزیر پایدار نخواهد ماند. اما نسل ما و نسل آینده در این کشاکش اندوهبار زیانی متحمل خواهد شد که بیگمان سخت کمرشکن خواهد بود. زهره سازی خوش نمی سازد. هنر ایران دچار یک سکته طولانی میشه
بعد از انقلاب حدود 10 سال و یک سری برنامه هایی که قبلا جز روتین دولت بودن مثلا بدبستون های فرهنگی کاملا قطع میشه. کس ندارد زوق مستی. Artists had to work for the state. Artists had to become mural painters. Huge murals of the leaders of the Islamic Republic, huge murals of the Iran-Iraq War. That was a major sea change, and like nothing we'd seen before. خبر تانک ها تمام شهر را به هم می‌ریزد. یک هو تمام شهر عین لانه زنبوری که با یک ضربه ناگهانی خراب شده باشد و در یک لحظه گر گرفته باشد به هم می‌ریزد. رفت و آمدها شتاب زده می‌شود. حرف‌ها بوی ترس می‌دهد، بوی دلهره، بوی مقاومت و بوی فرار. دهه بعد از انقلاب شعر به حاشیه میره و اون اولویت یا پیشگامیشو از دست میده. در عوض داستان بلند و رمان نویسی در واقع یه جور رونقی پیدا میکنه. 2 هفته میشود که در زیرزمینی زندگی میکنیم. شبها شهر مثل گور تاریک میشود. پنجره های کوچک زیرزمینی را با پتو پوشانده ایم که حتی کورسویی به بیرون نتراود. انگار یه جور بعد از اون حدت و شدت عقاید و موضع‌گیری‌ها و تلاطمات اجتماعی که وجود داشت نشستن و در یه چشم‌انداز گسترده‌تر فهمیدن مسائل رو. جنگ است اسماعیل، جنگ است و اسماعیل ها به راستی ذبح می‌شوند و ستاره‌ای در آسمان زمین ما نیست که نیفتاده باشد. جنگ است اسماعیل، جنگ بین همسایه و همسایه، پدر و پسر، مادر و دختر و بیمارستان ها و تیمارستان ها به روی آینده بازند. یه باوری وجود داره و اون این که در دهه 60 نثر بر شعر غلبه پیدا میکنه. من خیلی با این نگاه موافق نیستم. من فکر می‌کنم که در دهه 60 سینما راه خودش رو میره، نثر راه خودش رو میره و شعر راه خودش رو میره و هر سه هم در کاری که میکنن بسیار موفقن. در روز حوالی 4 راه قنات برای 2 جوان که اخیراً مردند هجله بستند. نور چرک لاله ها و چراغ های زنبوری اطراف 2 هجله، سایه ها و تیرگی های تصویر پسران را که ناشیانه از روی عکس های کوچک شناسنامه‌ای بزرگ شده است نمایان تر می کنند. شهید فلان و شهید بهمان. همه دیشب به هم در این محله تبریک و تسلیت گفتند. یعنی محمد رضا تلویزیونش مرکز فحشاست، رادیوش بسیاریش فحشاست، سینمای ما مرکز فحشاست. ما با سینما مخالف نیستیم، ما با مرکز فحشا مخالفیم. سینما همونطور که می‌دونید در انقلاب ایران در واقع تقریبا نابود شد. بدنه سینما به کلی از بین رفت، هم ورشکستگی اقتصادی بود و هم به خاطر مقررات و سختگیری که به وجود اومده بود، عملا فعالیت سینمایی در یک مرحله به صفر نزدیک شد. بعد از سال 62 حکومت آمد و سیاست‌های هدایتی، حمایتی، نظارتی در پیش گرفت. یعنی به شما هر سال یک دفترچه میدادن، به شما فیلمساز، که شما این چیزها باید در فیلمتون باشه، این چیزها نباشه. اگه لیست فیلم‌های اون موقع رو بهتون نشون بدن، تقریبا هیچ فیلمی نیست که شما دلتون بخواد که برید ببینید. طول میکشه تا دوباره به یک نقطه اوجی برسه، تا دوباره چند تا بازیگر بیان و چهره بشن. به رغم فشارهای خیلی زیاد و سانسور شدیدی که اعمال میشد، و شاید درست به خاطر همین فشارها، سینماگران یک نیروی تازه‌ای رو احساس کردن. یعنی این فشارها باعث شد که سینماگران در واقع دهانهای منتقد رو ببندن. این احمد ما نبود. از اون به بعد که بعد از انقلاب ما واقعا مثل ققنوس شاهد تولد سینمای ایران هستیم.
در دوره بعد از انقلاب سرودن تقریبا به تدریج کنار گذاشته شد، بیان سینمایی جاشو گرفت، یعنی تصویر جای واژه رو گرفت. خب من میتونم بعد کاری بکنم؟ شما درد ما رو میتونم بیان تصویری بکشید؟ خب حالا اون رو قول نمیدم، اما گفتم که با خود صحبت کنم. سینماگرانی مثل کیارستمی اعتقاد داشتن که سانسور به رشد سینما ایران کمک کرده. در واقع سینماگران رو سختگیرتر میکنه سانسور در این کشمکشی که بین نظارت و خلاقیت سینماگر اتفاق میفته. خانه‌ها گاهی وقتا به سود فیلم تموم میشه و کیفیت هنری فیلم رو بالا میبره، ولی سانسور خلاقیت هنری رو نابود. شانس بزرگی که سینمای بعد از انقلاب آورد این بود که نهادهایی در ایران وجود داشت در زمان حکومت پهلوی، مثل سینمای آزاد، مثل مدرسه عالی سینما و تلویزیون، مثل دانشکده هنرهای دراماتیک. در اینجا یک کادر فعال، سازنده و مبتکری تربیت شده بود که بعداً فیلمسازان خیلی خوبی شدن. به نظر من بعد از انقلاب ما میتونیم از موج صحبت کنیم. اینها خیلی فعالتر می بودن اگر این سانسور در برابرشون نبود. مهرجویی یا بیضایی یا تقوایی، اینا در طول 40 سال، 42 سال پس از انقلاب فیلم های انگشت شماری رو عرضه کردن. میخوام بدونم تو زندگیت مگه چه کاری کردی که میترسی دیگرون بفهمن؟ از قتل این روزنامه نویسا و نویسنده ها و شاعرا، این قتلایی که بهش میگن زنجیره‌ای، تو تا حالا چیزی به گوشت خورده؟ دونه به دونه همشون رو من کشتم. اکنون نه جنگی در میان است که بهانه ادامه اختناق گردد و نه خطری رژیم محکم اساس اسلامی را تهدید می کند که لازمش توسل به شیوه های سرکوبگرانه استبدادی باشد. اگر در نوشته من خلاف شرع و قانونی است، چرا به محاکمه ام نمی کشید و راحت هم نمی کنید؟ یا بفرمایید مرا بگیرند و بکشند، یا علت توقیف کتابم را اعلام کنند. مکانیزم های کنترل فرهنگ و ادبیات در دهه 60 قابل مقایسه است به یک معنا با مکانیزم کنترل و سرکوب روشنفکران و نویسندگان بعد از انقلاب بلشویکی در شوروی. علارغم دست و پاگیر بودن سانسور و سرکوب، مجله های ادبی بسیار مهمی در این دوره منتشر میشه. تا دلتون بخواد در مورد تاریخ کودتا در کشورهای دیگه، تاریخ انقلاب، در مورد تاریخ بردهداری، گویی زیستن رنجی که در انقلاب بر آنها رفته از طریق خواندن و فهمیدن رنج انسانهای دیگر در گوش و کنار جهان. Slowly, you know, with the end of the war, and particularly with the coming of Khatami, things changed. And there was more freedom. Gallery scene then did come about. There was a vibrant cultural life. زبان عزیزتر است اکنون یا دهان، که سنگ راه دهان را هزار بار تمرین کرده است. صدا که می شکند، حرف که چرک می کند، جمله ها که نقطه چین می شوند، پیری یا بچه‌ای که خود را می کشد، تازه معنا روشن می شود. پیام دقیق به ما رسیده است. خفه می کنیم. ما هم حاضریم. مگر قرار نیست برای جامعه مدنی
برای آزادی بیان قربانی بدهیم؟ حاضری؟ در روزهای آخر اسفند، در نیم روز روشن، وقتی بنفشه ها را با برگ و ریشه و پیوند و خاک در جهن. شاید بشه گفت در دوران معاصر، یعنی از اول قرن بیستم تا به امروز، ما شاخه ادبیات تبعید و مهاجرت به این پویایی که بعد از انقلاب و با این میزان، با این تعدادی که بعد از انقلاب داشتیم رو نداشتیم هیچ وقت. زمزمه درد و انتظار. اساساً درک تجدد ایران از نظر تاریخی بدون در نظر گرفتن خدماتی که روزنامه نگاران و ناشرین خارج از کشور به شکل گیری اندیشه تجدد در ایران داشتن ناممکنه. حتی کسی که به عنوان یک پیشگام یا یکی از تثبیت کننده های ادبیات داستانی فارسی شناخته میشه، اگر با طبقه بندی امروز بخوایم بهش نگاه کنیم، ادبیات مهاجرته. جمع‌الزاده عمده زندگی بالغ خودش رو خارج از ایران انجام داده. ای کل شادمی وطنش را همچون بنفشه ها می شد با خود ببرد. اصلا به ذهنم خطور نمی کرد که من هم بالاخره جزو این مسافران باشم. در آن سالن بزرگ سرگردان شوم، از آن همه شلوغی بگذرم، روی صندلی عقب یک تاکسی بزرگ لم بدهم و به موسیقی راک تندی که از رادیو پخش می شود گوش کنم. کی به این چیزها فکر می کردم؟ مادر نمازش را سلام داد و گفت فریدون. فضای امروز ایران رو وقتی بخوایم نگاه بکنیم، ما با یک پدیده بسیار سیالی مواجهیم از نویسندگانی که در داخل زندگی میکنن و آثارشون خارج از کشور چاپ میکنن، نویسنده ناشرینی که در خارج از ایران هستن ولی آثارشون در ایران پخش میشه. این دوگانه ادبیات تبعید و ادبیات داخل ایران، این یکی از دوگانه هایی هستش که همیشه بر علیه شکل‌گیری و گسترش دانش در ایران عمل کرده. یعنی به جای اینکه گفتگویی که واقعا وجود داره اون رو به صحنه بیاره و جدیتر بکنه، اون گفتگو رو سعی میکنه با ساختن یک دوگانه جعلی بشکنه و از بین ببره. کام همگان باد روا، کام شما نه. ایام همه خرم و ایام شما نه. زان گونه عبوسی که گویی می نوروز، در جام همه ریزد و در جام شما نه. همه مشکلات ذاتی، همه مایعات قاطی، همه رو فراموش میکنم، ناز تو پاپوش میکنم عزیزم. وقتی که راجع به هنر بعد از انقلاب ایران صحبت می‌کنیم، یکی اینکه حساس باشیم که دقیقاً در چه برهه زمانی این هنر داره اتفاق می‌افته، و دیگر اینکه چه نوع هنری رو داریم صحبت می‌کنیم ازش. آیا هنر اجراست یا هنر نقاشیه؟ آیا عکاسیه یا هنر تئاتره؟ آیا هنر مکان محور یا هنر مکان ویژه است یا نه؟ یک هنریه که می‌تونه توی خونه یک نفر در ایران نصب بشه. انفجار رنگ آبی رو شما توی زمین سیاه. I do think there were many talented artists, but as the patronage shrunk, it was hard for them to continue. I think it was the first two decades that were particularly disruptive. But once you've broken the chain of history, the cède-cellé, it's very hard to reconstruct it, and all of that is lost. یه تفاوت شاید از نظر بعضی استانداردهای کاری که توی کار مثلا بعضی از هنرمندای برجسته‌تر قبل از انقلاب بود و توی دهه 60 و 70 هم نمی‌دید، مال این بود که اینا یه دوره امکان آمد و رفت و مخصوصا رفت و برگشت، یعنی برگشتن به ایران فراهم بود و
این یه ارتقای حالا هم از نظر اجرایی هم از نظر جهانبینی فراهم میکرد که برای یه نسل مثلا این قطع شد. اواخر دهه 70 بعد از در واقع دولت آقای خاتمی و مدیریت آقای سمی آذر بر موزه به یه شکل دیگه و حالا به تعبیری تصنعی تر هنر ایران به نوعی جهانی شد، بدون اینکه واقعا رابطه داد و ستد عینی وجود داشته باشه. It was opening up through Dubai and the art scene there. For better or worse, you had a cultural flowering for about a decade in Dubai that really influenced Iranian art. بازارهای هنری دبی و برخی از بازارهای هنری آمریکایی اروپایی تونستن هنرمندان ایران رو به سمت خودشون بکشونن، کارهای ایران رو بخرن، کارهای ایران رو وارد موزه های خودشون بکنن، ولی اکثرا کارهایی که طرفدار پیدا میکنن در این بازارهای گرم غرب کارهایی هستن که به صورت ابژه مطرح میشن. آدم فکر میکنه این دو دهه پس انگار که هرز رفت، به خاطر اینکه جوانایی که مثلا از 1380 به بعد شروع کردن نمایشگاه گذاشتن و حالا بعد از اون سعی کردن خارج از کشورم راه پیدا بکنن تا حدودی کردن، شاگرد اون هنرمندای دهه 60 و 70 بودن، ولی تو کارشون اصلا تقریبا هیچ ردی آدم نمیبینه از کار اونها. یادمون نره که بعد از انقلاب خیلی از فعالیت‌های فرهنگی درون خانه‌های آدم‌ها شکل می‌گیره. خانه‌هایی که در دهه 70 ایران یا دهه 90 میلادی خراب می‌شدن که بیان جایگزین بشن با برج‌ها، این خانه‌ها مکان‌هایی میشن برای هنرمندان، میان هنرمندان میان و این خانه‌ها رو، خونه‌های کلنگی رو تسخیر می‌کنن و در اونها کارهای جالب هنری انجام میدن. و این کارهای هنری که در این خونه کلنگی ها انجام میدن نمیشه، از نوع کاری نیست که جمهوری اسلامی قبول بکنه که شما بخواید ببرید مثلا در موزه هنرهای معاصر نشون بدید. Iranian artists are incredibly talented people. You can't keep them down for long. There are artists who are conceptual artists, installation artists, more political artists, and my hope is that perhaps once this dark period is over, we will see a new flowering. این دختر، این دختر، این هیولا زیر همه چیز زده بود. انسان ایمانش را از دست بدهد این طوری می شود. هر کاری مجاز می شود. تقصیر فرنگی ها بود. آمده بودند، سینما آورده بودند. زنها آنقدر وقیح شده بودند که کم کم کلاه نیز دیگر بر سر نمی گذاشتند. گیسشان دائم پیدا بود. می رفتند به ادارات مثل مردها می شدند و هر روز وقیح تر از روز پیش. اگر انقلاب مشروطه یکی از خواسته هاش این بود که جهان زن و مرد رو یه مقداری به هم نزدیکتر بکنه، انقلاب اسلامی درست در جهت خلاف اون بود. یکی از مهمترین خواسته های انقلاب اسلامی بازگرداندن زن به آشپزخانه و اتاق خواب بود. جهان تاریک می شد. ستاره ها در غیبت ماه نزدیک تر می شدند. چنگال سیاه بر فشار دست خود می افزود. ماه سرفه می کرد. زبانش گرفته بود. زنان آبادی بر گلوی خود چنگ می زدند. راه نفس هایشان بسته بود و پریان دریایی شیون کنان به سطح آب می آمدند. یک خواستی ناکجا آبادی بود که جمهوری اسلامی داشت که بتونه پیشرفت هایی رو که زنها کرده بودند و با بهای بسیار گزافی به دست آورده بودند و عقب برگردوند. ساعت رو نمیشه به عقب برگردوند. اهمیت فرهنگ و در واقع بیان هنری مقاومت در سراسر قرن بیستم ولی به ویژه
در دوره بعد از انقلاب اینه که در برابر یک ایدئولوژی سرکوبگر که میخواست جامعه ایران رو کاملا متحول بکنه ایستاد و در دراز مدت برش فائق اومد، برش شیره شد. این صدای سخنش هنوز هست و به این راحتی ها نمیشه من کنیش کرد.